آرزو میکنم لحظه لحظه زندگی شما قرین این پنج حرف ساده باشد. آرامش. دوباره برگشتیم ادامه برنامه نسیم صبح هست و در بخش دوم از برنامه قرار داریم، بخش زن و زندگی، یک بانوی خیلی هم موفق و خیلی هم مزیره در برنامه دعوت کردیم. اینجا در استودیو با ما هستن خانم مارینا بارکزای، خوش آمدید میگم و صبح خیر تقدیمشان میکنم. سلام خدمت شما، تشکر از دعوتتان و صبح شما بخیر باشه. سلامت باشید، زنده باشین. خب در آغاز خیلی خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. یک بانوی خیلی هم موفق، همچنان داستان نویس، رسام، محصل، هر چیزی که بگویم، یعنی هر خلاقیتی که هسته در وجود اینا هسته. و در آغاز میخواییم از شما بپرسیم از فعالیت‌هایتان برای ما بگین در آغاز. سپاسگزار هستم. مارینا بارکزای هستم، محصل سال دوم پنجم حقوق علوم سیاسی و همچنان داستان نویس، خطاط، رسام و بعض اوقات داستان می نویسم و همچنان عضو تیم ملی بایسکل رانی در ولایت جوزجان می باشم. خیلی خوب، به جای افتخار است که همچنان در پالی قدر مسئولیت های دیگر همچنان ورزش همچنان میگه. میشه درباره نویسندگیتان برای ما بگوین، داستان نویسی که چگونه البته مفکوره در ذهنتان آمد و از چه وقت آغاز کردین و تا حالا چقدر داستان نوشته کردین؟ تشکر، سلامت باشین. داستان نویسی از زمان کودکی خیلی علاقه من بودم. بعض اوقات که مثلا بیکار می بودم، هوای داستان نویسی سرام می زد که گویا ما باید داستان بنویسم و تقریبا 5-6 داستان دارم که دو دانش در روزنامه جوزجان در نشر رسیده و فعلا بعضاشان زیر دست است، روی کار است که سر از اونا تمرکز میکنم. از چی وقت بیسو شروع کردی؟ تقریبا 3 سال است که خیلی تمرکز میکنم سر شروع کردیم جدی. خیلی عالی، بسیار بسیار جای افتخار همچنان هستن. خب نگفتین داستانتان راجع به چی هست، راجع به چی البته داستان شما می نویسین؟ داستان بیشتر در بخش جوانان است که جوانان چطور میتونه هدف خود به هدف خود برسه و بعضیشان که جوان است که بسیار خلاقیت داره، بسیار وایستعداد است، اما شرایط زندگی را ایجاب میکنه که باید به خاطر پوره کردن آرزوهای خود و یا گذشتن از آرزوهای خود، به خاطر به دست آوردن پول، به خاطر بهتر بودن زندگی خود میرن خارج از کشور سفر میکنن و خیلی ها مهاجر میشن و به آرزوهای خود رسیدن نمیتونن. فقط امرو در قالب داستان نوشتیم و بعضی ها که هستن خیلی ها بسیار لایق هستن، با هدف دارن، اما فامیل اجازه نمیتن. داستان های واقعی هست که ما در قالب قصه نوشتیم که امین گونه داستان ها هستن. خب این هم به چاپ رسیده هست بعضی داستان هایتان؟ یعنی دو تاش که در چاپ رسیده هست و فعلا دیگاهش روی کار هست. روی کار هست، البته در آینده ها به کتاب تبدیل میکنین؟ یعنی تصمیم دارم، تصمیم دارم به کتاب تبدیل شم. انشالله ما هم خیلی هم منتظر میباشیم که انشالله یک کتاب داستان باشه و از شما انشالله ما هم مطالعه کنیم. خب میشه در بخش البته در قسمت سوال دومی از رسامیتان بگین بر ما که از کدام وقت آغاز کردین و چی باعث شد که البته داستان نویس خوب بودین، چی باعث شد برین طرف رسامی؟ قبل از اینکه من داستان نویسی رو شروع کنم رسام بودم. مرکز تشویق هم نکرده بود که تو استعداد زیادی داری که رسام شوی و استاد هم نداشتم، فقط امی که در ذهنم میامد رسم میکردم، طبیعت بود، هر چی که در ذهنم میامد این رسم میکردم. یعنی از علاقه مندی خودتان؟ بله. و میفهمین که هر انسان از خود یک استعداد منحصر به فرد خود داره. بله. و ما دریافتم که واقعا استعداد از زیری دارم که یک رسام شوم و در پهلویش یک خطاط شوم و تا هنوز استاد ندارم که مرا همکاری کنه و فقط خودم هستم که رسامی میکنم. بعض اوقات به کس رسامی کرده توفه میتونم برشان، بعض همه که برام رسامی که بدون از اینکه من کدام امتیاز به دست بیارم برشان رسامی میکنم و در بعض محافل فرهنگی رسامی های در نمایش گذاشته میشه. خیلی خوب. خب چقدر مدت میشه که رسامی میکنین شما؟ من از آن کودکی تقریبا صنف 5 مکتب بودم که به رسامی شروع کرده بودم. فعلا همچنان رسامی میکنین؟ بعض اوقات به خاطر که مصروفیتی ها زیاد است، بعض اوقات که بیکار باشم رسامی میکنم. خیلی خوب، ای باعث
افتخار است که همچنان یک خانم بسیار فعال و با استعداد همچنان در ولایت جوزجان ما داریم. خدا کنه انگیزه خوبی باشه بعد دیگر دختر خانم ها. و میشه درباره ای بگوین که درباره ورزش که شما گفتین یکم معلومات بدین تا مردم بیشتر آشنا شوند که چگونه راه یافتین در ورزش. دو سال پیش بود که اینجا گفتن که اولین بار است که بخش بایسکل رانی بر جوانان دختر اینجا در نظر گرفته، میتونن ثبت نام کنن و همچنان یک تست امتحان گرفته میشد که آیا اینا استعداد زیر دارد و یعنی توان زیر دارد که در این پروسه شرکت کنن یا نکنن. بالاخره ما ثبت نام کردم و همچنان امتحانش هم سپری کردم، بالاخره تونستم در این بخش بایسکل رانی انتخاب شدم و مدت دو سال است که بر ما همه وسایلش دادن و شایدم سفرهای داشته باشیم بین ولایت ها، مسابقات دایر شد و ما تمرین خود را ادامه دادیم، تا هنوز ادامه میتیم و یک استاد داریم که او ما را تمرین میده. در مسابقات همچنان اشتراک کردین؟ کدام مسابقات دیگه همچنان برگزار شده؟ مسابقات خب بین مکتب ها بودن، بین مکتب ها بودن که ما اشتراک کردیم و بیرون از ولایت تا هنوز مسابقات را دایر نشده و تصمیم داریم که مسابقات بین ولایت ها مثلا مزار، کابل یا جوزجان برگزار شود و ما تمرینات خود آغاز کردیم. انشالله ما هم به آرزوی ازی هستیم که انشالله به قله های بلند برسین و از طریق همین ورزشتون، از طریق همین داستان نویس و رسامی به قله های بلند برسین و جامعه خود پیشرفت بدین. خب درباره داستان بگوین که ما البته چگونه البته روند را انتخاب کنیم تا یک داستان خوب بنویسیم. تشکر، سلامت. داستان قسم است که از 100 واژه باید کمتر باشه و زمانی که داستان می نویسین باید در اوایل شخص همون شخص مورد نظرتون اصلا در اوایل ذکر نشه، بالاخره همه ماجرا در آخر معلوم شوه، همون شخص مورد نظرتون در آخر نامش، اسمش و همچنان همون ماجرایی که هست مربوط کی هست باید در آخر ذکر شوه. در اول قسم هست که مثل تخیلی نشته میکنین را. خیلی خوب، بسیار زیاد سپاس. و میشه درباره ای بگوین که درباره ورزش بگوین، چقدر فضای ورزش در ولایت جوزجان بر خانم ها مساعد است به نظر شما، از دیدگاه شما؟ از دیدگاه ما فعلا جامعه سنتی کم کم از بین میره و خانم هایی را که میبینیم خودشان درایف میکنن و همچنان بایسکل رانی، بخش بایسکل رانی، بخش موتورسیکل، خیلی ها رو دیدیم که واقعا جامعه واز، جامعه فضایشان باز است، ذهنشان، فهمشان بالا رفته و همچنان میخواین که در دانش خود افزود بیفزاین اینا و فضایش واقعا باز است. کس کار نداره که این دختر چی میکنه چی نمیکنه. واقعا من علاقه مند ازی شدم و دخترهای خیلی زیاد بودن که فامیلیاشان اجازه نمیدادن، اما به مرور زمان فامیلیاشان قانع شدن که باید اینا رو اجازه بده و به امو رشته مورد علاقه خود، به امو رشته که ورزش خدا خوش دارن اینا پیش برن. خب از طرف البته دولت، از طرف بعضی از اورگان‌ها چقدر شما تقدیر شدین در این پروسه؟ خیلی ها تقدیر شدیم، ولی صاحب آمدن تقدیر کردن و همچنان وزرا بودن، همشان آمدن تقدیر کردن، از مرکز آمده بودن و واقعا شوکه بودن که ولایت جوزجان با این دخترها چطور تانستن یک تیم موفق بسازن. اینا گفتن اصلا ما در ذهن ما نمیامد که اینجا جامعه سنتی است، چگونه اصلا این ولایت است که واقعا نفوسش هم کم است نسبت به ولایت دیگه قدر پیشرفته نیستن، چطور تانستن فامیلی دخترایشان اجازه بدن و امی بلاقه و امو رشته دلخواه از اینا توجه کنن. واقعا خوشحال هم شدن، تقدیر هم شده. آها خیلی خوب. خب مارینا جان خیلی خوشحالم از اینکه خودت در برنامه اومدی و صحبت های خیلی خوب داشتیم. خب سوال بعدی از میپرسیم که خودت یک جوان خیلی هم موفق هستی، یک دختر خانم موفق هستی که البته کوشش نهایی خود میکنی تا جامعه تا پیشرفت بدی، تا خانواده پیشرفت پیش البته در قله های بلا برسه و چقدر خودت البته از دیدگاه خودت چقدر تونستین تغییرات روارد کنین در جامعه امروزی، در بین دوست های، در بین خانواده هایی که دخترهاشون اجازه نمیتن، در البته چیزایی که علاقمند هستن اونجا اشتراک کنن و بیاموزن یک چیزی. من در این مفکوره هستم که دختر هم میتواند
دختر هم میتونه که مثل مرد استاد شوه و هر آرزوی که داره، هر هدف مشخصی که داره برسه. و از دیدگاه ما واقعا جامعه رو به پیشرفت است، اصلا تبعیض وجود نداره، نژاد وجود نداره، فقط امی است که دختر هم میتونه، بچه هم میتونه که به آرزوهای خود برسه، در مقابل هم در پلوی هم میتونه که به هدفهای مشخص خود برسه. و اینجا جامعه است که همه میتونه که به آرزوی هدف خود برسه و همچنان فقط کوشش و تلاش خود بکنن، از شکست از تجربه بگیرن، از شکست خوردن نترسن، فقط تجربه گرفتن بهترین چیز است. اگر هر روز شکست باشه، اگر هر روز پیروزی باشه، او لذت نداره. فقط با شکست خوردن، تجربه گرفتن و با آینده امیدوار بودن میتونه که یک جوان به موفقیت و قله های بلند برسانه. بله دقیقاً، برد یک جوان همی هست که تلاش داشته باشه و هدف مشخص داشته باشه. قسمی که شما همچنان هدف مشخص دارین، ان شاءالله که همچنان در آرزویی که دارین میرسید. تشکر از مارینا جان که امروز دعوت ما را پذیرفتن و صحبت های خیلی خوبی داشتیم. تشکر از شما، ممنون از شما که دعوت ما را پذیرفتین. سلامت باشین. خب موفق باشین، باز هم تشکر.